الیف کجاست؟ او دوستش به دیدنش آمده بود، رفت که او را ببینه جانه. صبح تا حالا چندمین بار است که یه گپه میزنی، متوجه هستی که چی میگی؟ چطور میتونی بالا یک دختر پاک دامن تهمت بزنی؟ سهیلا، برو یک بار الیف بیبی گفت که پیش دروازه میخوایم کس را ببینم. دلم نارام است، دور تنها نمان. شرکت صاف سودا داروهای را پیشنهاد میکند که برای بیماری های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند، از قبیل فشار بلندی، گایماری، بیماری های معده، روده، گرده، جگر، عضو های هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری های پوست دارید، به مانند پسوریاز، سفیدچوی پوست، داغ های سیاه، پس داروهای صاف سودا به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورتی طبی بگیرید. همچنان برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCAA، پروتئین و گینرهای صاف سودا عین مدعاین. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک صاف سودا نقطه تجکی. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید، با شما تخفیف کرده می شود. برو دخترم او را ببین. درست است خاله عادله. برو دخترم. جانم، او خود طفل نیست، یعنی خودش میتونه گپ بزنه. او خود تو را نخواسته، شاید کدام موضوع شخصیشان باشه. در بین ما کدام چیز شخصی و پنهان وجود نداره. اگه چیزی هم باشه، او را از بین خود بردیم. جرات نداره که دم قابلم بیاید. الیف! دوستت رفت؟ به نظرم که رفت. ای برات گفت که او آمده بود؟ او دختر که نو آمده برم گفت. مطمئن است او دختر کدام نقشه داره؟ ما دقیقش نشو. نه کدام نقشه نداره، راست گفته. شاید آمده باشه، چون امروز به دانشگاه آمده بود. دزم نمزدم داره. پس جوابش برش میدادی الیف؟ بیازه جوابش میدم. ایچی حماقت است. تو چه قسم کار میکنی؟ او دختر دگه از کجا پیدا شد برام بگو. چیخ نزن، اشتباه من است. اینجا 50 نفر است، اگه یکیش چوب باشد دیگهش یک کاره میکنه. تو هم باید کارت زود انجام میدادی. ما امشب هیچ جای نمیرم. تو هم هر کاری که میکنی او دختر را پایین روان کن.
دخترکم خوش آمدی یک دانه. خوش باشی پدر. گالم مقبولم، تو هم خوش آمدی. تو هنوزم آزادانه میگردی ها؟ توف اوزن گوش که چی میگم، ما هم رای تو خوب رویا میکنم، تو هم رویت تغییر بده. اگه نیده پیش روی همگی دانت هم اشکنانم. اگه میخوایی مره بکش، بکش که از این زندگی نجات پیدا کنم. گوشکو تو امشب نمیتونی خوشی مرازم بگیری. تاکسی اینجا بیا. پدر ها. جایی بود باش به ما ماده کردیم و کجا میشیم؟ دخترم حال شما از راه دور آمدین، شاید خسته شده باشین. در یک رستوران زیبا میریم شیشتا غذا میخوریم ها؟ ما اینجا به خاطر خوردن نوشیدن نامدیم، به خاطر قبر ایلیف خدا آمدیم. مره پیش ایلیفم ببر. حالا اگه تو را بکشم باز وقت پیش دخترت میری. دل جمهور خادیدی خادیدی زن. بریم حرکت کو، بریم دموتر سوار شوین. حالا عجله کنین، بین بین سوار شو، تو هم سوار شو. دخترش هم میخواییم. امروز خود دنیز به شفاخانه به خاطر دیدن سنم نامده بودم. او چرا باید بیایه؟ راستشو با کدام روی میتونه اونجا بیایه؟ چی بفهمم؟ فکر کردم اگه خبر شوه که او کوششه. در این خانه بار دیگر گپ خودکشی گرفته نشن. یک قسم کلم آده سراخ نداده فهمیدین؟ بیا در ماده بین خود گپ میزنیم درست است، لطفا آرام باش. من یک بار پیش سنم میرم. کاش که او را هیچ از شفاخانه بیرون نمی کدیم. به این خانه او چطور خوب خواهد شد، دگام بدتر می شه. کی جراتی ای کار کدم می تانه؟ کی؟ کی باشه؟ ما کل چیزا میفهمم بیادر. چی را میفهمی رانا؟ کلش بخاطر او دختر احمق است. از وقتی که اونا به زندگی ما آمدن آرامش ای خانه از بین رفته. منظورت از اونا چی است؟ او دختر خود تنهاست. امروز پدرش آمده بود، آمد ما را دید و گپ زد. خب برای چی گفت؟ گپ های ناق زد دیگه. گفت آقا قدرت متوجه دختر ما نشد، حداقل شما خواه امرش کمک کنین و در دانشگاه ثبت نامش کنین. همونطور ناخ ناخ گپ زد، کلش با آنه بود. به نظر مشکل اونا دیگه چیز است. به هر صورت من در قصیشان نیستم، بیازو او را از دانشگاه بیرون کردم. کار خوب کردی یادر. به خاطر او مردم به حیثیت هم خانمت و هم سنم از یاد جگرخون ساخت. حالا برو همراه دخترت گپ بزن. حالا دیگه بیادر. بخو دخترم. سنم یک چند لقمه خوب بخو یک دانیم. پدرت از یک طرف، تو از دیگه طرف دیوانیم ساختین. آی مادر، من هیچ چیز نمیخوام، دلم نمیشه. خواهش میکنم مرا تنها بانین، میخوایم بخوابم. خانم ایجا شما بیرون شدن میتونین. خندم دینیز از یاد دوست داری؟ خب آیا ولیاقت عشق تو را دارم؟ نه میفهمم.
هیچ برام مهم نیست. فقط یک چیز می خوام پدر جان. وام. یست که دینیز همیشه باید همراهیم باشه. بعد از این همیشه امرای تو خود بود. هیچ از هم جدا نمیشین. چه قسم؟ او خواهد تا به دیدن مام نابد. بعضی اوقات انسان به موانع کوچک روبرو میشه. وقتی اونا را از میان برداری باز هیچ کدام مشکل باقی نمیمونه. اما یگانه مانع بین ما او دختر است. پدر را به خاطر امی روز به درد میخورن. کوشش میکنن مشکلات که صدرهای اولادای شده را دور کنن. حالا حال کمه بخواب جانم، درست است؟ بله. تو چرا مرا راحت نمیمونی؟ الیف؟ چرا پیش خوابگاه ما آمده بودی؟ از این کارایت نمیشرمیدی نیز؟ چی وقت آمده؟ امروز صبح به لیلی آمده بودم. بعد انام به دانشگاه تو رفتم. به ما دروغ نگو. دوستم دیدید که در اطراف خوابگاه قدم میزدی. هر چیزی که باشه من دروغ نمیگم. دلت که باور میکنی یا نه؟ راست میگم، راست میگم. الیف، صبر مرا بیشتر از این امتحان نکن. من در خانه هستم، مطالعه میکنم. به لیلی هم نامدیم. گوش کن. برای بار آخر برات میگم دیگه در مقابل من نیا. و ها ای گپم باید برات بگویم که ای کارا به نمزدت خیانت است. کمیام در مورد بیگناهی او دختر فکر کن. تو چه قسم انسان هستی هیلیف؟ چرا گپ نمیفهمی؟ ما به لیلیا نامدیم. دروغگو. نامده بودم اما حال میایم. منتظر ما باش. دنیز؟ بله بله. او چی میگه؟ گفتی اینجا میایم. اینجا میایه؟ آه آقا ابراهیم مرا از وظیفه منفک میکنه. خلاص شد. خب، استانبول خوشتون آمد، مقبول است؟ استانبول بسیار زیباست پدر چه؟ بله بسیار زیباست. خواهرت از دنیا رفت، تو هنوزم درباره مقبول استانبول گپ میزنی؟ افسوس به حال هر دوی تانیول ماست. حتی برام اجازه ندادن که من سر قبر دخترم برام. خداوند به زودی جانم حرام بگیره و از دنیا نجاتم بده انشالله. بس که دیگه اگه بفهمی به خاطر شما ما چی کارهای انجام دادیم باز یک قسم نمیگی. اما زندگی خدا در خطر انداخته، اما بدیلیشم میگیرم. ما پادشاه استانبول خواهد شدم. پادشاه استانبول. بخو دخترم، بخو بخو. الواز کی بود یارب؟ ها به خانم محترم بده. به خانم محترم بفرمایید. نوشی جانت. تشکر بیادرم. بخو بخو. باز شکایت نکنی که حلوای دخترم رو نخوردیم. بخو دخترم، چرا سهل میکنی؟ وقتی که اینجا ما تو پایین نشو، من پایین شده هم رشکت میزنم. او شاید کمی بترسه. اگر تو پشتی این نمیرفتی شاید بیشتر او رو میدید. حداقل حال خوبان که با هم با آرامی گپ بزنن. این دختر هر چیزی که میخواد برش بگویه. ها آمد. خوبه از پس زودتر پایین شو. من از اینجا تو را میبینم. نه نه من زیاد اونجا نمیباشم. جوابش داده زود پس میام. بله. گوش کو دختر پایین میشه. ای چانس آخر ماست. او را گیر کردی خو خوب. اگر نه ماون ما جزایت خواد داد. همی که آدم از اینجا رفت او دختر اختتام. درست است.
تو چرا باز اینجا آمدی؟ من خود تلفن همه چیزا برات گفتم. نمیفهمم. در اصل میفهمم. اما وقتی تو رو میبینم همه چیز فراموشم بشه. ما این قسم گپا را خوش ندارم. حتی نمیخوایم بشنوم. بهتر از بری این گپا را به نامزدت بگویی. برو دیگه زود شو. تنها مشکل تو همی است. چی؟ همی که من نامزد سنم هستم. اگه من نامزد سنم نمی بودم بازم من از این جرمان میکدی؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ بی بی ایلیف، من از سنم جدا شدیم. مشکلات زیاد را قبول کرده جدا شدیم. خب با ما چی؟ من خب برات نگفته بودم جدا شو، خودت ای کار کردی. شون نکو دیگه. با تو چی؟ سایل نکو، پشتشان نرو، به خدا رو هر کار از تو باید بپرسم دختر جان. قصه چی را میکنی بارو دگا؟ بی ما اینجا فقط به خاطر یک هدف آمدیم. میخوایم دکتر شوم. نباید کسی عاشق دکتر شوه. آی تو چرا عاشق ما شدی؟ دزم بیبی، ما چادرم میپوشم. عادتای خوبم ندارم. ما دختر زیدی هستم. ما همه چیزت قبول دارم چون قلبم تو را میخوایم. گوش کدی نیست. لطفاً از ما دور باش. خواهش میکنم مرا نراحت نساز. ما واقعا تو را یک انسان بسیار خوب فکر میکدم دینیست، و حالا بهترمی میشه که نه خدا نراحت بسازی و نه مرا. ایلیف یک دقیقه. گفته بودی که را باید به مشاقیم بتون بگی. سهیلا، دروازه بسته شده، بازش کرده نمیتونم. لطفاً کمکم کن سهیلا. یک دقیقه صبر کن، من حالا دلاره همیان خبر میتونم. Thank you.
خدا لعنتت کنم. تبرکو دیریز؟ دیریز کمکم کن، باید باید که برم. دیریز دم موتر سوار شو. بازش کردم دخترم، تو چرا بازش کردن نتانستی؟ ما چی بفهمم، بازش کردن نتانستم. ایلیف کجاست؟ آی ما او دختره فراموش کردم. استاچو دنیز بانش که بره. بیاین اینا رو ببینه. گفتم استاچو. دینی او بچه را زخمی سو. دینی تو خوب هستی؟ دینی لطفا یک چیز بگو. دینی حالا دیگه جواب بده. آقا کارا کمه گده وات شدن، دختره گرفتن نتانستم، مجبور شدم فایر کنم. فایر کردی؟ نه سر او نه، در پیش دروازه همراه یک بچه گپ میزد. وقتی که او دختر چیغ زد از پشتم دوید، سرم اسلحه کشید، ما مجبور شدم سرش فایر کنم. یک بچه بود؟ چه قسم نفر بود؟ یک بچه جوان بود. او دختر از پشتش دنیز گفته صدام میدن. گفتی دنیز؟ او مرد؟ دعا کنین که بمارا او مردی. ای بچه کی هست؟ او دختره که تازه آمده به نام ایلیف، میگن که دوست او هست. ای بچه قماندانی اردو هست. کسی پمبولان زنگ نزده؟ من چی بفهمم؟ باید به پلیس زنگ بزنیم. به نظر من بله. وضعیت او بچه چطور است؟ من نمیفهمم، او را به داخل آوردن. خدا کنه که بمره نفر مرام دید. تو چه قسم گپ میزنی احمق؟ برو بیبی که وضعیتش چطور است، مرا با خبر بسار. چرا چیغ میزنین آقا؟ آقا سنجر گوش کو که چی برات میگم. او بچه ای که مر میخورده بچه من. او بچه من. شما خوش چانس هستین، مرمی از بازیتان برامده، اما یک بار بازم پیش دکتر برین. بسیار زیاد تشکر. او آدم کی بود بچیم؟ امرایش کدام دشمنی دارین؟ دینیس میخواست از ما محافظت کنه که مرمی در بازوش حسابت کرد. او آدم سر ما حمله کرد. چی؟ اگه دینیس مرا کمک نمیکرد بازو مرا اختطاف میکرد. تو اینجا چی کار داری؟ ما به شما نگفتم که با اتاقتان بری؟ ما زیاد ترسیدم، زیاد به تشویشم بودم. این دوست ما خوب است. درست است برین، حال خودم گپ نیست. حالا با اتاقتان برین، زود شوین، با اتاقتان برین، عجله کنین. Thank you.
خوب تو آدم ما میشناسی؟ ها؟ همراه تو چی مشکل داره؟ من نمیفهمم، من او را قبلا ندیده بودم. درست است، تو تشویش نکن. در زودترین فرصت پیدا میکنم که او کی بود. پشت شرها نمیکنم، پیدایش میکنم. شب بخیر خانم. شب بخیر بچه. مردم منطقه به ما خبر دادن، گفتن یک نفر زخمی شده. امی قسم میخواستی و دختر از زندگی ما دور بسازی؟ اینکه تو قاتل استی جواب بده. میخواستی اولاد خود از بین ببری سنجر؟ من چی میفهمدم که قسم میشه؟ حماقت او احمق است. اگه بچه ما را کدام چیز شوه باز؟ ایره بفهم که تو را نمی بخشم سنجر، تو را هرگز نمی بخشم. زودچو برم بگو او خوابگاده کجاست، میرم بچه ما میارم. هیچ جایی رفته نمیتونی، گفتم در جایت بشی. اقدرم بالای مگب نزن، او اولاد ما مستی را فراموش نکن. وضعیتش چطور است؟ خوب است، چیز نشدش، دستش کمی زخمی شده، سر حال است. وضعیتش خوب است. گفت کمی دستش جراحت برداشته. اما به نظرم مادر مشکل بند خود ماندیم. چند دقیقه پیش پلیس آمده بودن، بچه تا مسارات خود اگه فردا رسما احضار میکننش. او میگه تا وقتی که پیداش نکنم راهش نمیکنم. ای بچه مرا دیوانه خواست ساخت. من چی کنم آقا؟ برم دیگه. نه خیر، نه خیر، هیچ جایی نمیری، همونجا باش، تکان نخوری. هیچ کس بالایت شک نکنن، کارت هنوز اونجا خلاص نشده. از تمام گپایی که اونجا میشه میخوایم با خبر باشم. متوجه هر قدمی لیف باش و به من خبر بده. شما میخواین چی کنین آقا سنجر؟ کمان تبود بچه ما بموره. دیگه سر او فشار نیار، بس از دیگه. اگه ضرورت شوه میرم امروی او دختر گپ میزنم. شنایی، تو متوجه هستی که چی میگی؟ پیش او زاری میکنه که دست از سر ما برداره؟ حالا وقتش نیست که مغرور باشیم. اگه نی بچه ما را از دست خواد دادیم. شنایی، به خود بیا، به خود بیا. ما همراه اونا یک تفاهم کردیم شنایی، وعده کردیم. زندگی تمام ما. میفهمی با او وعده، با او وعده ارتباط داره. او دختر باید از زندگی ما بیرون شود. و حال باید برای همیشه از زندگی ما بیرون شود. بچیم تو هم به شفخانه برو. شما چی میکنین؟ من همراه دخترها هستم، دروازه رو بسته میکنم، منتظر آقا ابراهیم میباشم. من یک قسم راحت بوده نمیتونم، تا فردا اینجا پیش دروازه میباشم. شما برین بخوابی. یک قسم نمیشه بچیم، در این حالت چطور میتونی منتظر باشی؟ دنیز واقعا هیچ ضرور نیست به تشویش باشی، با این وضعیت نباید اینجا منتظر باشی، بهتر است بری. بیازو به خاطر ما بلاهای زیاد سرت آمد. شاید زیادتر از این مشکلات ببینم. ما منتظر هستم که چی میشه. حالا شما برین بخوابین. شب خوش براتون میخوایم. شب خوش بچیم. داخل بریم دخترایم. بعد اینی زنگ بزنیم؟
وانمود میکنم که نمیفهمم. حداقل خو صدایش بشنوم لطفا سنجر. حالا من برش زنگ میزنم. بگی تو همراهش گپ بزن، او را متوجه نسازی که ما میفهمیم. قسم گپ بزن که با تشویش هستی، او را زود به خانه بخوای، درست است؟ بله مادر. بچه تو کجا هستی؟ چند بجه شده بچه؟ بعد تشویشت شدیم، چه وقت خانه میایی؟ من کار دارم، منتظر من نباشین، بخوابیم. فردا صبح وقت میام. نمیشه بچه، در این وضعیت چی میکنی؟ در کدام وضعیت؟ اوف، منظورم ایست که تا فردا صبح تو در کجا می باشی دینیز بچه؟ ایره از پدرم بپرسین مادر، او خواهر قدم مرا تعقیب میکنه، شاید او بفهمه که من کجاستم. شبتان خوش. تشکر میکنم خاله جان. نوش جانت بچیم. زنده باشین. ایران بگی بچیم، شاید خنک بخوری. تشکر میکنم بازم. قابلش نیست بچیم. شبتان خوش. شبتان خوش. Thank you.
پنیس. فعلا در شرایط نیستم که برای شما جنجال کنم. دینیس؟ بچه تو کجا بودی؟ از تشویش کم مانده بود که بمارم بچه. تو وضعیت ما را درک نمی کنی. چرا همراه مایی تو می کنی؟ ما پدرت هستم. بیا اینجا. تو چی کردی؟ بچه باش یک بار ببینم. خوب هستم مادر، چیزی نیست، کمی افگار شدیم. چرا این قسم میبینی؟ گناه ما خو نیست، تمامش گناه خودش هست. بچه تو اینقدر غرور و عزتت از زیر پا کردی؟ او دختر دهاتی اینقدر برات مهم شده؟ بله مادر جان، بسیار برام مهم است. از جانم کده برام مهم است و ارزش داره برام. اما شما ای را درک کردن نمیتونید. مگه از جانم کده با ارزش است؟ ما کدام کاری خود کردم؟ این بچه را خود کشتم. بس از دیگه سنجر، بس از، بس از. تو دیگه نباید تیکار را کنی، بس از. بان، ما دو خانم با هم گپ بزنیم. او را از زندگی بچیم، برای همیش دور میکنم. توبه توبه. چرا؟ چرا با ما خبر ندادین؟ یک آدم ناشناس تا اینجا میایه، سر این دختر حمله میکنه، اما ما هیچ خبر ندارم. این چه قسم یک کار است؟ ما به خاطر او دوا زیاد به تشویش بودین، باز نخواستم برتان بگویم. باور کنین اینا هیچ گناهی ندارن. ما گفتم که به شما چیز نگوین. این قسم نمیشه دخترم. ما چرا اینجا هستم ها؟ ما به خاطر شما اینجا هستم. اگه به یک تار موی شما هم ضرر برسه، باز به پدر و مادر شما چی جواب خواد دادم؟ کاکا ابراهیم، خواهش میکنم به پدرم چیز نگوین. اگه او خبر شوه، باز مرا از اینجا بیرون میکنه. بیازا، هنوز معلوم نیست که مرا به دانشگاه روان میکنه یا نه. اگه باز منصرف شوه چی؟ این گپ تو با ما بسیار یک مسئولیت بزرگ است. بیازا، ده این مورد پلیس ها تحقیق میکنند. وقت پیداش کردن باز برش میگیم. او قماندان گفت که ما پشت این کار رها نمیکنم. به نظرم از او قماندان زیاد خوشت آمده خانم عادله. نه جانم، او جان خود در خطر انداخته بچیم. درست است، درست است، من فهمیدم. بعدن باز دی باره گپ میزنیم. حال دیگه من باید برام، اما تشویش اینجا را دارم. چطور خواهد شد خانم؟ شما هیچ تشویش نکنین، من یک دقام است پیش از این دختر دور نمیرم. این قسم نمیشه خانم عادله. بیبی، او آدم تا اینجا آمد، تا نستی کدام کار کنی، نخیر. این قسم نمیشه. ما باید به دانشگاه برم، اما این دخترم نمیتونم تنابانم. خوب میشه که همراه شما بره. این قسم دل شما هم جمع خواد بود. کاکا ابراهیم، گفتین امروی رنا کارا میبینین، به خاطر دوا است؟ بله دخترم، به خاطر همی دوا میبینمش. دن قره همراه یک چند دوست خود ملاقات کردم، گفتن ناحق امیدوار نباشین. ما هیچ نمیفهمم، اونا چطور میتونن قدر مطمئن باشن؟ آی دخترم آی، خوب است که این گپا را نفهمی. در این روزگار بادام به طرف ظالما میوزه. بیبی، در عدالت هم همی قسم است. هر کس که بخوای یک نفر را رها کده میتونه، هر کس که بخوای یک نفر زندانی هم کده میتونه. باید بگویم که کار ما مربوط به انصاف قاضی میشه. خب پس چرا امرای رنا کارا میبینید؟ دوستایم برمی توصیه را دادن، گفتن کوشش کنیم که یک تفاهم کنیم، شاید این کار به دردتان بخوره. ببینیم که چی میشه. شما بهتر میفهمین، اما او خانم ای گپ قبول نمیکنه. ما را به چشم دشمن میبینه، فکر میکنم از تمام ما نفرت داره. او از شما نفرت نداره دخترم، هیچ نفرت نداره. شما خانم رنا را میشناسین؟ رنا خانم،
شما؟ یه از پیشتان پایین افتاد. بسیار تشکر میکنم. اگه ایره گم میکدم جگرخون میشدم. تشکر. ما هم خواستم متوجهتان کنم. شما اینجا چی کار داره؟ به خاطر ثبت نام اومده بودم، اما حالا یک سبب خوبتر دگام دارم. حالا بیا، کار خدا باید هر چیز زودتر حل کنه. حالا دخترم. فردا روز بزرگ است. من هم میفهم که اینا چرا این قسم کارا را میکنن. آمدن علیه تصمیم هیئت رهبری دانشگاه دعوا باز کردن، با وجودی که میفهمن شکست میخورن. قسمه که میبینم اینا بی خبر از ما بسیار کارا را انجام میتن. از این مسئولین جاهل کدام کس استفاده میکنه؟ تمامشان برای خود یک وکیل انتخاب کردن، او برشان یاد میده. تمام این کارا را او وکیل احمق پیش میبره. آها، او کی است؟ یک نفر به نام ابراهیم اویگون است. ابراهیم؟ او را میشناسی؟ قاضی صاحب، موکل من این گناه را به طور اختیاری انجام نداده. تمام گناه از این چشمابی رنگ است. موکل بیچاره مرا امیدوار ساخته و قلب او را به دست آورده. تمامش هم قدر بود. یعنی شما میخواین موکلتان ابراهیم اویگون برات حاصل کنند؟ برات؟ من میخوایم که زندانی شوم. اینا اولچک های ما باشند. تصمیم گرفته شد. شما را به عشق ابد محکوم میکنم. من کم کار دارم، بعدن باز میبینم. درست است؟ دفتر خانم رعنا کجاست دختره؟ در آخر امی دهلیز از دست راست. وقت ملاقات با کسی نته. روز خوش. بفرمایین. ما وکیل ابراهیم اویگون هستم. میخواستم خانم رعنا را ببینم. وقت دارن؟ وقت ملاقات گرفته بودین؟ متاسفانه وقت نگرفته بودم، اما به خاطر دعوای فردا میخواستم اونا را ببینم. یک بار بگوین. معذرت میخوام، امروز خانم رعنا وقت ندارن. دخترم، ما به نمایندگی موکلین خود اینجا هستم. فردا دعوا شروع میشه. از او خاطر برش بگوین من باید امروز او ملاقات کنم. لطفاً. خب درست است. یک دقیقه صبر کنین. خانم رنا، در بیرون یک وکیل است. میخواید باره دعوای فردا همراه شما ملاقات کنم. ابراهیم اویگون است خانم. برش بگو از اینجا بره گم شود و دیگه اینجا نیاید. فعلا خانم رنا مصروف است. کدام وقت دیگه بیاین؟ او شاید وقت داشته باشه، اما من دیگه وقت ندارم دخترم. آقا لطفا قسم به اجازه داخل شده نمیتونین. خانم رنا هرچی گفتم نیاین، اما آمدن. با کدام روی در مقابل ممیه ای؟ رنا، این موضوع را به روابط شخصی خود نباید ربط بدیم. ما به خاطر محصلین اینجا آمدیم. اولاً مرا باید خانم رنا بگوین. من دیگه با شما هیچ کدام روابط ندارم. خوب است خانم رنا، درست است. من حاضر هستم هر قسمی که شما میخواین با شما تفاهم کنم. فقط کافی است که
شما هم احساسات و عصبانیتتان اداره کده بتانین و گپ بزنین. درباره چی باید همراه شما تفاهم کنم؟ او رنایی را که من میشناسم، میبخشین خانم رنا، همین قسم میکد. انسانها را درک میکد. احساسات و فکر مردم را درک میکد و یک راه حل مناسب پیدا میکد. شما تمام او راه را بسته کردین آقا ابراهیم. انتقامش میخواین؟ از این دخترای معصوم بگیرین؟ شما با کدام جرأت همراه این قسم گپ میزنین؟ نه که فراموش کردین در کجا استاد هستین. پیش ما شما دیگه هیچ ارزش ندارین. تمام او چیزا در گذشته مانده. من کاری را میکنم که وظیفه ام ایجاب میکنه. هر تصمیمی را که هیئت رهبری بگیره همو تطبیق میشه. ما اومدیم که وظیفه خود انجام بدم خانم. من میبینم که شما به خاطر این کارتان هیچ کدام دلیل قانونی ندارین. به همین خاطر آمدیم که شما را از این کار منع کنم. آمدیم بگویم که زندگی دخترها را تباه نکنین. واقعا؟ من زندگی اونا را تباه میکنم؟ شما مغز اونا را پاک میشوین، بعدم از اونا استفاده کرده در نیم را الهیشن میکنین، همتون نیست؟ هر کس قناعت بدین مرا قناعت داده نمیتونه. حالا بیرون برین. شما اشتباه میکنین. کاکا ابراهیم قسم یک شخص نیست. تو دیگه از کجا شدی بلای آسمانی برای؟ اینا از محافظت کردن. شما مرا از اینجا بیرون کردین اما اینا بدون کدام مشکل مرا در خوابگاه جای دادن. شما مرا ناامید ساختین اما اینا دوباره برام امید دادن. پس حال اینا مستحقی گپای شما نیستن. تو چی را میفهمی ها؟ هیچ کدامتان از اصل گپ خبر نداره. یادم کس؟ یادم؟ بس هست دیگه. ضرورت به این کارا نیست. من حال فهمیدم که باید چی کنم. فردا با امید خداوند با او محکمه داخل میشه. به قدر مطمئن نستی که او تو را بخشیده؟ ما تو را هیچ وقت نبخشیده. نه من و نه دختر ما هیچ وقت تو را نبخشیده. کاکا ابراهیم یک دقیقه صبر کنید. اون خانم چرا قسم گپ زد؟ چرا امرایتان قسم رویه کرد؟ یعنی به کدام حق؟ او را دوست داشتم، فقط دوست داشتم. او خانم یگانه خانمی بود که من در زندگی دوست داشتم. دخترم او نامزد ما بود. توبه توبه، ما او را کجا موندم؟ من میرم کمی کار دارم. کجا میری؟ من باید سر قبر دخترم ببری. میخوایم بالای سرش سوره یاسینه بخوانم. دیوانه شدی چطور؟ تا صبح نخوندی قرآن تلاوت کردی؟ بس از دیگه. تو هیچ وجدان نداری؟ ما آماده هستم بیادر. بگو بکس ما کجاست ها؟ بگی اینجا مانده بودمش. بته مرا ترساندی دختر. دخترم مرده، تو حالیم در فکری بکس لعنتی هستی؟ بیادر حداقل تو خبرش یک چیز بگو. تقدیرش تام اینجا بود خواهر. خداوند جزای هر دوی تانه بده انشالله. در آخرت هر دو دستم در گریبان تو خود به دویر ماست. باز کدیگه اگر یک کدام سیلی میزنم زن. دخترم به او حالت رساندی. خداوند تو را هیچ وقت نمیبخشه. تو را خدا میبخشه ها؟ میبخشه؟ من حال امراید میفهمم. آزمان میبرم تا احمق. آجی کدی بیاده؟ جای گپ های ناخ بگه پولارا جمع کن. بگه دیگه زیاد گپ نزن. یا پس چی تو؟ پس چی دختر؟ پس چی دست نزن؟ تو قدر پول از کجا کدی؟ با تو چی ها؟ با تو چی؟ من باید با تو حساب بتوم؟ جمع کن ولی جمع کن. تمامش جمع کردی؟ آه جمع کردم بیادر، جمع کردم. حالا دیگه زود شو بخیز بریم. حالا بیا دیگه ها؟ طرف ما ببینین، اگه با این باکس کسی دست بزنه قسم میخورم تمام استخوانهایشم میشکنانم. گپ ما فهمیده؟ خداوند قسم پوله ایش وقت برمانت ای پول حرام هست. بس مادر، تو دیدی که چقدر پول زیاد بود؟ اینا قدر پول زیاد از کجا کنن؟ من میفهمم که همراهشان چی کنم. باز خواد دیدی
دختر خود باز سای خود کشته، باز دستان بولم چکر میزنه. من برش نشان خواد دادم، حتما برش نشان میدم. او آدم تنها بود؟ امروش کدام شخص دیگه نبود؟ ما کدام کس دیگه را ندیدم. او آدم پول گرفت و رفت. زود پیدا کنین که او آدم امروی ایلیف چی رابطه دارد. درست است آقا. رفته میتونی. مادر جان؟ اینا به خاطر چی هستن؟ اینا را به خاطر دینی آمده کردیم. بی بی خوبش هستی؟ حال اینا را بسیار خوب آماده میکنم. سنم تو خوب هستی جانم؟ بله مادر جان کاملا خوب هستم. امروز دوای خودم دور انداختم. سنم رابطه تان به همیشه از بین رفته، متوجه هستی دخترم؟ نه خیر مادر جان، برعکس. من این روزا به زندگیم، به عشقم، با دینیزم یک جا شدیم. خوش هستم. سنم دینیز دیگه نیست، چرا نمیفهمی؟ نه خیر مادر جان، او هست. حالا دیگه کل چیز مثل سابق میشه. چطور قدر مطمئن هستی؟ به خاطر که پدرم برام گفت. یعنی مانی که بین ما هست او را حل میسازه. ها ها های دل دشمنا بترقه، حال ما یک عاشق مقبول دارم. تبریک باشه، وظیفه خود شروع کردیم. زنده باشین جنرال صاحب. با ماون بگو که آخر هفته وقت دارین. تو خبر ندارین؟ او ما را دعوت کرده بود، از او خاطر گفتم. البته که خبر دارم جنرال صاحب. بسیار خوب، باز میبینیم. بله رانو. بیادر تو میفهمی که امروز چی شد؟ رانو تو خوب هستی؟ خبر داری که اینجا آمده بود؟ کی؟ ابراهیم علیه دانشگاه دعوا باز کرده، او وکالت دخترها را داره. تو همراه او گپ زدی؟ به اتاق ما آمد، همراه شو دختران بود، هر چیزی که در دانشان آمد گفتن. کدام دختر؟ ایلیف از چی؟ از همون دختر احمق میگم. خب او امراج ده اونجا چی میکرد؟ نمیفهمم بیادر، نمیفهمم. ابراهیم خوابگاه داره، به نظرم او دخترم همونجا زندگی میکنه. حال دیگه فقط میخوایم من ای دواره برنده شوم. بار دیگه با او اجازه نمیتون مرا تباه بسازه. تو نه، ما با او اجازه نمیتون رانا. ای وضعیت بی بی، در ای استانبول کلان او دختر چطور پدر خود پیدا کرد؟ ما او را از استانبول روان میکنیم، اما او دوباره میاد. سنجر را پیش ما روان کنین. آقا سنجر در داخل است. بشو جنرال، قدرت رفته.
ای خلای لیلی فشان است. شما چی کردین؟ درباره فعالیت‌های اخیر خود برای معلومات بتین. تشویش نکنین جنرال صاحب. درباره او کار که گپ زده بودیم حل میشه. فقط منتظر یک وقت مناسب هستم. معاون صاحب، ما از یک چیز خبر شدیم. فکر کنم شاید با دردتان بخورم. یعنی اگه این موضوع را از زاویه بزرگتر ببینین خوب میشه. مثلا چی؟ در جایی که دختر بوده باش داره کودتاچی ها اونجا هستن. در اونجا کودتاچی ها هستن؟ شما چی میگین؟ چرا متعجب شدین؟ وقتی که دیدین خودتان باید میفهمیدین. مالک او خوابگار از یاد وقت میشه که مشناسم. او خودش این کارا را رهبری میکنه. حالی هم از او دختر را حمایت میکنه و بر علیه دانشگاه دوا باز کرده. شما میبینه نه که دستای او تا با کجا رسیده. با شما، با ما، برانا هیچ جای نمانده که او مداخله نکده باشه. از این خاطر باید کارایتان بیشتر بسازین ماون صاحب. با این کارایی که میکنین فایده نداره. باید کارای عالی انجام بتین. وقتی که وزیر شاه زنده باشن از هیچ کس نترسین. تو چی میکنی دینیز؟ اینا چی هستن پدر؟ اینا رو بته بر ما. پدر، اینا چی هستن؟ این دختر کی است؟ تو همراه لیلی اینا چی کار داری؟ ما باید با تو حساب پس بتام. پدر، تو چرا همش ایلیف تعقیب میکنی؟ دینیز گوش کو. ایلیف برای ما هیچ ارزش نداره. متوجه هستی یا نه؟ یکی از مشکلات مهم اردو مجادله کردن در مقابل فعالیت های کودتایی است. پدر، ایلیف با کودتا چی رابطه داشته میتونه؟ ایلیف با کودتاچی ها میتونه رابطه داشته باشه. درست است بیبی بچه. اگه میخوای بدونی چی قغال مقال با هم بشینیم گپ بزنیم بچه، درست مثل یک پدر و بچه مشکل خود حل میکنیم. بشی. گوش کو بچه، او خوابگاه لانه کودتاچی هست. مالک او خوابگاه بسیار وقت میشه که در این کار دخیل است. چند لحظه پیش کارت هویت که از پیشت گرفتم. ای دختر یکی از دخترایی است که در او خوابگاه بود و باش داره. ای را میفهمیدی؟ درست مثل ایلیف کلشان در این خیانت دخیل هستن. من میترسم که همه قسم تو پیش ایلیف رفت آمد کنی نظر تو را هم تغییر داده و تو را هم در این کار بکشانن. اتو نکو بچه، او دختر بیگناه نیست. تو چرا متوجه نمیشی؟ نه خیر پدر، ایگه په هیچ وقتی قبول نمیکنم. مؤثرین اولیلی هر قسمی که باشن باز ایلی فیج امروی اونا رابطه نداره، فهمیدی؟ خوب است، خوب است. اگه ما ایگه په برات ثابت کنم باز بالای ما باور میکنی؟ باز پشت او دختر رها میکنی بچه؟ ای گپ هیچ وقت ثابت کرده نمیتونه. همی جواب برای ما کافی است بچه. خب اگه قسمت ما دخترم امرای میبرم، ای دیگه چه قسم کار است؟ او مدیر دخترم هر جای امرای خود میبره. حال خواهد آمدن، دخترتان خواه اختطاف نکده دیگه. توبه توبه، من خواه قسم کدام چیزی نگفتم. تو گپای من غلط درک نکو. ما باید بخاطر ثبت نام بریم، فردا روز آخر است. بله. همراه ما گپ زده میتونی؟ بله کسی نیست. خوب است، با تو یک پاکت روان میکنم. در بین او تمام معلومات لازم موجود است و یک کمره هم است.
گفتین کمره؟ بله یک کمره. متوجهش باشو رو به کسی نشان نده. از اتفاقات اونجا میخوایم با خبر باشم. وقتی دعا میکنن عکسشان بگی، وقت ذکر میکنن بازم عکسشان بگی، تمام چیزا رو میخوایم بفهمم. خوب است، اما من خب به خاطر او دختر اینجا آمده بودم. این موضوع دیگه از کجا شد؟ اعتراض نمیخوام. این موضوع را باید از ریشه حل کنیم. فهمیده شد؟ بی بی، ناحق سر او را لچ نکو. او نمیخواید. ها گناه داره. آقای ابراهیم دعوا باز کرده. فردا روز محکمه است و توکل خدا برنده خواهد شد. آه بلی از خدا، نظر دادن بان به من نظر نده. تو به او آدم زنگ بزن که دختره ما بیاره. آه اون آمدن بی بی؟ پدر؟ الیف، الیف اینجا. تو کجا بودی؟ باید پیش عکاس بریم، نا وقت شده. موی مصنویه که گرفتیم امرایت هست؟ آقای الماس، بسیار یک تصمیم درست گرفتی. خواستی متوجه دخترت باشی، فقط یک چیز برات میگم که این کارا به زور حل نمیشه. به نظر ما یک دفعه رضایت شبیبی، اگر نه گردنت بسته خواد شد. بیادر، گردن ما بسته میشه، اصلا نمیشه ها؟ اگه در دادگاه ناکام شوی باز چی میشه؟ تو میخوای با این دختر بازی کنی؟ اصلاً. ما همراه ایلیف دخترم و قدر کافی گپ زدیم. تصمیم آخرش خود گرفت. تصمیم به دست خودش است. پدر، من نمیخوام. لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا تو برم صبر بده. پدر، من سر کاکا ابراهیم باور دارم. دهی دوا برنده میشم. ها، سر کاکا ابراهیم باور داری، اما سر پدر اصلیت باور نداری. همین قسم است. دخترم تلاشای ما چطور خود شد؟ ها؟ دو روز میشه که هر دقیقه درباره تو فکر میکنم. از تشویش زیاد دست پایم درد میکنه. از صبح تا شام یک لقمه نانم از گلونم پایین نمیشه. از طرف دیگه خانم خطریه او چطور میشه؟ هر جایی که مرا پیدا کنم میکشیم. به هر صورت من در قصه خود نیستم. با مادر چی خواد گفتی؟ برم بگو چی خواد گفتی؟ مادرم اینجاست. او میفهمه که من زنده هستم. ما اینقدر ظالم هستم که درباره زنده بودنت به او نگویم؟ من پدر تو هستم. پدر، مرا پیش مادرم ببرین. میبرمت دختر، میبرم، چرا نبرمت؟ وها، حالا که به گپ ما باور نمیکنی شاید به گپ مادرت باور کنی. ما میفهمیم که تو امشب پیش مادرت میباشی. تو هم دختر تنها نمان بیادر. وقتی که اینجا میآوردیش هم تا پیش دروازه برسانش، درست است؟ البته که میارمه. این نور چشم ما است، یک دانه ما است، همون تو نیست دخترم؟ حالا حالا بیا که تو را پیش مادرت ببرم. بریم جانم، بریم، بریم دخترم، بریم جانم. مادرم چطور است؟ خوب است؟ خوب است، خوب است. اولیا، او چطور است؟ شاید زیاد به تشویش باشه. استانبول خوشش آمده؟ خوشش آمده، حتی او عاشق استانبول شده. حال زیاد گپ نزن، بریم دیگه، یک گپ میزنی که. چی میکنین پدر؟ چرا در پیش روی آدم مرا دو گپ هم میسازی؟ برات نگفته بودم که باید عکس بگیری؟ شما چی میکنید پدر؟ شما نگفته بودین که مرا پیش مادرم میبرین؟ ها؟ فکر کردی من یکقدر احمق هستم که درباره زنده بودنت برش بگویم؟ ای راز از راز. اگه خانم قدریه خبر شوه که تو زنده هستی باز مرا تباه میکنه. اگه میخوای درس بخونی باز مادرت فراموش کن دختر. باید عکس بگیری و آماده ثبت نام کنی. اونجا هم خوابگاهی هست، همونجا زندگی میکنی، درست است؟ دیگه شو فراموش کن. حالا بریم، بریم، حرکت کن. داخل بین. چای اشتیا داری؟ متعجب. تو اینجا چی میکنی؟ چرا اینجا آمدی؟ چی شده جانم؟ ای که برد غذا بردیم گناه کردم. خواستم که برد تبریکی بدم. بی بی، اینا رو به دستای خود برد آماده کردیم. تو چی وقت از شفاخانه مرا خط شدی؟ آی، فقط یک چند روز میشه. آمدم برد بگم که من خوب استم. تو را زیاد ترسانده ماموتا نیست. اما بعد از بار دیگه ای قسم یکم قطع نمیکنم. خوب میکنی، چرا که ارزشش نداره. و ها، حتما یک روز ترم کسی دوست خواد داشتنم. نه خیر ماما، نمیخوایم که کسی مرا دوست داشته باشه. بیا تو یک کسی هست که من دوستش دارم. وام تو هستی سانم.
نمیخوایم او اتفاقات بار دیگه اتفاق بفته. بیا تو که نمیفتن جانم بیبی. ای بار کل چیز بسیار متفاوت خواد بود. تمام موانعی که بین ماست اونا دور خواد شدن. یگانه مانعی بین ما قلب ماست. دیگه چیزی نه. ما مزمی خاطر به تو یک قلب جدید آوردیم. بها در بین قلب صرف نام ما است. حالا داخل برو، داخل برو. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدید. ما میخواییم عکس بگیریم، تو هم آماده شو، کمی عجله کو. دختر اموی مصنوی را بتی. نمیتم. بتی زیاد گپ نزن، بتی میگم. باوره نمیپوشم. بتی را بتی. بیادر جان کمی آرام باش. با تو چی بیادر، با تو مربوط نمیشه. تو برو آمادگی تا بگی عجله کو. توبه توبه. پدر خواهش میکنم این کارا نکنین. ما سرم حلاج نمیکنم، میشرمم طرف کس سیل نمیتونم. توبه مالا دیوانه نساز، ما به زور سرت حلاج میکنم. ایره بگی دسترت کو، دسترت کو، زیاد اصابه خراب نکو. زید نکو دختر، دسترت کو، دسترت کو. بگی دسترم نمیکنم. دختر احمق بیخل دسترت کو. بگی بیادر، بیادر، بیادر جان خواهش میکنم، بلی از خدا یک جای دیگه عکس بگیرین، مرا ناراحت نسازی. با تو چی بیادر، با تو چی؟ آها، از ما پول نمیگیری، من مشتریت نیستم. حالا بگی، بگی اینه پول، بگی هر چی میخوای بگی، بگی. ما در دو دقیقه آماده میشیم، گپه کم کو، کارت انجام بده. برو دختر، برو داخل، برو داخل، برو. بیبی با بار آخر برات میگم، ایره در سرت میکنی یا نمیکنی بگو دیگه. گناه من ایز، حالا برو بیشی. مادر، مادر جان، ببینید ما چی گرفته. ایره با کی گرفته؟ با خدا چطوره؟ مقبول معلوم میشه؟ همراه همه چیز تو مقبول معلوم میشه دختر مقبولم. چرا ایره پرسیدی؟ بعد از این چادر میپوشم. حالا بخیز دختر، بخیز گفتم، بخیز. استاد شو طرف ما بیبی، گوش کو چی میگم. با بار آخر ازت میپرسم، ایره در سرت میکنی یا نمیکنی؟ شما میفهمین که خداوند چی میگه؟ با خانم های مومن گفته که نباید یک تارو موشام کسی ببینه. تو چی میگی؟ باید از آبرو و عزت خود محافظت کند. دزم تمامه، بیبی های ما همیشه چادر به سرشان داشتن. تو حالا با ما فتوا میتی دختر؟ با پدرت فتوا میتی؟ در کتاب های خداوند همه قسم نوشته از پدر. میگه زن های مومن باید سر خدا با چادر بپوشانن. تو میخوای مرا دیوانه بسازی؟ ها؟ میخوای مرا دیوانه بسازی؟ بس کو دیگه، بس کو. روز بخیر. بفرمایید. من میخواستم مرگ موش بگیرم. در خانه ما موش پیدا شده، میخوایم که مرگ موش بگیرم. بیادر جان. درست است خانم. بیادر چی را میبینی؟ عکس تا بگی دیگه. حالا بیادر میشه که دست تا پس کنی در کم را میایم. خوب است، همین قسم درست است. تو کار خود انجام بده. گفتم عکس بگی. یک بار دیگه هم بگی، یک دیگه هم. هر بار که فکر میکنم اعصاب ما خراب میکنه بیادر، مثل یک آدم ولگرد به زور داخل دفترم شد. رانا آیسا آیسا گپ بزن، یک موضوع گذشته از پشتش نگرد. حق بجانب استی بیادر، اما قدر عصبانیستم که خود اداره نمیتونم. باز در مقابل ما آمده میگه ایره به موضوع شخصی خود نباید ربط بدیم. بعد از تمام کارش جرأت یک گپم کرد و به خاطر او طفل خود از دست دادم. ای موضوع رو فراموش کده گا، در قصهش نشو بان که برم. فقط او کم احساساتی عمل کده و بس.
وقتی که فامیده برنده شده نمیتونه باز خواسته پیش تو آمده و عذر زاری کنه. بیادر ای دوا خو برعکس نمیشه همونتون نیست در دوا و احمق برنده نشه. حال مهمان ما خواد آمد درباره این موضوع امره او گپ میزنم تمام معلومات از او میگیرم. او کی است؟ یک شخص لایق است که دوای تو را پیش میبره. آقای ابراهیم اینقدر ناوقت شده ایلی فنوزم نامده. آی خدای من ما مصروف کار خود شده بودم. پیش مادر خود خوشب نمیمانه؟ او به ما خبر میداد. در فکر من چیزهای بدی خطور میکنم. از پدر او دختر هیچ خوشم نامده آقای ابراهیم. ای تو خونه ایست که دختر در نیمه را مانده باشه کدام جای دیگر رفته باشه؟ صبر کن صبر کن دهنتا بخیر باز کن. البته که میایه اما خب همراهی ای دوستش سهیلا کدام شماره موبایلش نیست؟ میرم میپرسم. برو ازش بپرس. توبه توبه. آه به نظرم کامد. شام بخیر. شام بخیر بچی. ای بسته از خانم سراب است. ای چی از بچیم؟ ای از محض از قریه برم روان کردن خاله. میشه شناسنامه تانه ببینم؟ ضرور نیست شما منتظر باشین من گرفتمش. اینا را گم کده بودم. درست است. خب شما لطفاً اینجا امضا کنین بفرمایید. شبتان بخیر. صدق الله العظیم. خداوند قبول کنه دخترم. آمین. شماره موبایل پدر ایلیف پیشو تو هست؟ ایلیف مادر خود دیده امشب نمیایه. اما باید خبر خو میداد. شما شد از خوشی زیاد فراموش کده باشه. دخترم چند ساعت میشه اینجا هستی؟ خوب هستی دخترم؟ دخترم یک نام یا یک آدرس خوب پیشت خود بود با اونا خبر میتیم شاید اینجا بیاین. میدونم خداوند دیگه هیچ کسی را ندارم. بعد از غذای شب تمام ما به مسجد پایین میشیم. اونجا دعا میخوانیم به خاطر که فردا دعوا داریم. ای قسمت
چرا متعجب شدی؟ به خاطر دعا یا به خاطر که دوام میدیم؟ نه جانم، ای گپ دیگه از کجا شد؟ خوب از تو بیا دیگه. البته که میایم. فکر میکنی نمیایم؟ بیادر او دختر بسیار زدی از باور کو کاملا واضح است که از نسل من نیست. تو یک بار طرف دست ما بیبی بلی از خدا دختر با سیلی زدم دست خودم مثل مرچرک شد. اما بر صورت بالاخره عکس گرفتم. فردا این کار خلاص میشه. بله او کار خلاص میشه. یانگام پولا را دید. ناشا که سرکار ما شک کنه. ما میگم که او را پیش یک قبر ناشنا میبردی برش میگفتی این قبر دخترت است. باز قلب وام راحت میشد. خدا نخواسته. اگه خبر شوه که پولا با ایلیف کدام رابطه داره ما تبا میشیم. مادر چرا غذای زیاد پخته کردین؟ بان پدرت بخوره که خوب سیر کنه. با هر چرا قدر زحمت کشیدی؟ گپ نیست بیادر چند. از رای دور آمدیم تو در خانه خود به ما جای دادی. حالا بخورین نوش جانتان بخورین. میبینی بیادر جان وقت سیلی خورد چوب شد. آها ناق نگفتن که زنها را فقط میشه با چوب اصلاح کرد. طرف ما بی بی او بسیار خوب میفهمه که چه قسم مرا راضی بسازه. امون بشینو صبر کن. باش که اول چشم گشنی ناصر کنه باز ما بدن میخوریم. نارو بی بی آور صاحب او چیز نمی کنه اما با این دختر زیاد دلم سخت. می گفت کسی ندارم او در اینجا گریه می کد. وضعیتش هیچ خوب نیست. بسیار لط خورده. بفرمایین. می بینه خواهر یک بار طرف من ببینه. صدای من بشنوین. همه تو نیست؟ من طرف کسی دیده نمیتونم. شما را چی شده؟ کس سرتون حمله کرده؟ کس لطو کوبتون کرده؟ اگه میخواین شکایت کرده میتونین. اونا را دستگیر میکنه. من با خدای خود شکایت کردم. کسایی که به من ای ظلمه کردن اونا را به خداوند واگذار کردم. شما پدر مادر کدام اعضای خانواده در اینجا ندارین؟ ندارم. مادرم ندارم، پدرم ندارم، خواهرم ندارم. خواهر جان سوال کردنم بعد از اما بگو ده غذا چی انداخته بودی؟ اخوال زیادم هم خوب نیست بیادر. ای چی بود؟ شکمم زیاد درد میکنه. بیادر دلم بد میشه. بیادر بیادر اینجا رو ببین. ای مثل ماری طرف و طرف میره. وضعیتم خراب است. آی خدا مادر اینا رو چی شده؟ دیگه چی شده؟ میمورن شما چی میگین؟ زی جان تو در غذا زهرخون انداخته بودی زن؟ انداخته؟ وام مرگ و موش تمام پاکت شب شما خالی کردم. ولی امرن کمکم مادر نمیبینی که اونا میمورن خواهرتم کشتن بانکی نام بمورن. اولیا دخترم یک دکتره بخوای آمبولانسه بخوای حالا عجله کو زود کو. لازم نیست دختر دارم خود کشتم.
به خاطر بردن جنازه شان زنگ خواد زدم تا دکتر نمیرسن. تمام پاکت بردن خالی کردم. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول. خواهش میکنم پایت میبوسم، یک دکترم بخوای اگنی همینجا خواد مردم. مادر خواهش میکنم قسم نکن، اینا را نجات بتم نه؟ اخ مادر زی جان، هر چیزی که بخوای همو قسم میکنم، لطفا مرا نجات بده. اخ مرا سر قبر دخترم میبری بابا. ما برات نشان میتم یانگر، اما خودم برات نشان میتم، فقط کافیست که به امبولانس زنگ بزنی. وعده کن قبر دخترت برات زیاد ارزش داره، وعده از اونجا میبرم، فقط تو دکتر بخوای. احمق، بخیز دختر پدرت تشنا ببر، اینا به دکتر مکتر ضرورت ندارن، با یک دوایادی که تو هر دو تنوار خطا ساخته. نیکه در غذا زهر انداخته بودی؟ ای بار خو ننداخته بودم، اما اگه وعدت عملی نکنی باز بار دیگه حت مرم اندازم، فهمیدی؟ ما همراه تو میفهمم. صبر کو دخترم، صبر کو. ما باید برم استراحت کنم خانم عادله، فردا بسیار روز بزرگی است. ما همراه دخترها آل دعا میخوانیم آقای ابراهیم، خداوند دعای ما را قبول خواهد کرد انشالله. آمین آمین انشالله. حالا خداوند شما را خوش داشته باشه. زنده باشین. ها خانم عادله، اگه الیف زنگ زد باز حتما مرا خبر بسازین، فکر نکنین که مزاحم ما خواهد شدین، درست است؟ درست است آقای ابراهیم. حالا دیگه دروازه را بسته کن. شب بخیر. خدا حافظ. معذرت میخوام، اگه مشکل جدی نمی بود شما را تا اینجا به زحمت نمی ساختم، اما آقا ابراهیم امروز به دانشگاه رفته و خواهرم اختار داده گپای ناحق گفته، فکر کرده اگه او را بترسانه شاید بتونه موفق شوه. به نظرم او فهمیده که شما بر علیه اونا تصمیم میگیرین، اما تو نیست قاضی صاحب. قبل از اینکه در مورد این موضوع دعواهای مختلف باز شده، او را هم دیدم. نتیجه چی است؟ اما قدر چیزای مثبت که بود، اما قدر منفی را هم دیدم. امرایم قسم مرموز گپ نزنین، ما مستقیم طرف موضوع میبینم، سر حاصل موضوع میایم. ما درباره فردا بسیار به تشویش هستم. او دعوایی که شما فردا پیش میبرین، او دعوایی که بر علیه دانشگاه مرکزی استانبول باز شده، امیدوار هستم به ما نگوین که نتیجه هنوز معلوم نیست. به خاطر گرفتن یک تصمیم عادلانه، هر چیزی که از دستم بیایا انجام میتم. در رازوی عدالت هر طرف که سنگین تر شوه، ما هم به نفع مو تصمیم میگیرم. بله، بسیار یک مسلک خطرناک است. مسئولیتی وظیفه واقعا بزرگ است. مثلا با یک امضا میتونین یک انسان از دار نجات بتین و با یک امضا میتونین نفر به دار بزنین. بله. آه بفرمایین، ای توفه شماست. هیچ ضرور نبود جنرال صاحب. نتیجه دعوا را فردا با این قلم امضا کنین، اما متوجه باشین که در کجا باید امضا کنین. ما براتون گفتم مسلک شما بسیار خطرناک است. الیف داره چی شده دخترم؟ کاکا ابراهیم، شما آی خانم ما میشناسین؟ چطور نمیشناسم؟ در لیلی ما میباشه. چی شده دخترم؟ تو را چی شده؟ پدرت همراه چی کده؟ چند ساعت میشه که همینجاست، از وقتی که آمده گریه میکنه، دیگه چیزی نمیگه. چرا دخترم؟ ها چرا؟ بسیار میشرمم کاکا ابراهیم. اما چرا؟ وای زی جان، ای کارم ده حقم کردی، من همراهت میفهمم. حقت بود، فقط میخواستم قبر دختر بیچاره ما ببینم. دختر چی ها؟ دختر چی؟ ك-
کسی که تو رو در این حالت ببینه فکر میکنه واقعا اولادت بوده، فقط که تو رو در بطنت پرورش دادی. از سو دختر بیشرم بیبی، ما با چی حالت رسیدیم؟ اگه مادرش میبودی درستر بهش میکردی، او رو امرای مردای بیگانه نمیموندی. دروغ نگو یولماس، دختر من قسم یک کاره نمیکنه. باور کن دروغ نمیگم جانم، همین قبر دخترت هست بیبی، بیبی همین قبرش هست. آه دخترم، تو را اینجا دفن کردن جان مادر. بیبی فقط 5 دقیقه وقت داری، برش دعا میکنی، هر کار میکنی زود کو. ما دمی نزدیک هستم. ایلیف من، ما آمدم دخترم، آمدم یک دانه نه ترس، ما تو را از اینجا بیرون میکنم، تو نباید اینجا باشی. وقتی که تو توتی جگرم در زیر خاک خواب باشی، باز کسایی که در حق تو این کار را کردن اونا هم باید در زندان باشن. دخترم ایلیفم، دختر یک دانه، سهیلو عجله کو. هلا دیگه ما میایم، اما ما یاد ندارم. خیرت باشه، انشالله دهی وقت شب کی است؟ ایلیف تو را چی شده دخترم؟ عادله خانم، چیخ نزنین چوب باشین، کسی نباید خبر شود. دخترها کجا هستن؟ چند دقیقه بعد به مسجد میرن. درست است، امشبی در اتاق تو میباشه و هیچ کس چیز نگو. حالا دخترم برو برو. بیا تو نماز خفتن خواندی؟ بسیار وقت خواندم. جالب است، تو اینجا چی میکنی؟ هیچ، گفتی دعا میخوانیم، مام آمدم دیگه. حالا دوستا جمع شوین، بیاین که شروع کنیم دیگه. حالا خاله عادلم خواد رسید، زود شوین دیگه. حالا سهیلا بیا جانم، در پهلوی ما بشی. خوب است، میایم جانم. تو هم اینجا بخواب دخترم، ما دخترها را میبینم پس میام، درست است؟ جگرخون نباش دخترم، ما همراه دخترها امشب دعا میکنم، به خداوند زاری میکنم. مادرم نام مرا عادله مانده، از عدالت خداوند هیچ وقت امید خود قطع نکدیم. تو هم ناامید نشو.
بله تمامتان بگیرین. 4444 بار میخوانیم. کسایی که حفظ دارن بیشتر بخوانن. من حفظ دارم، 300 بار خواندم میتونم. درست است. ما میفهمم. من حفظ ندارم اما مام 10 بار میخوانم. 10 بار بسیار زیاد است. یک بار بخوان اما درست بخوان. حالا سهیلا حالا شروع کنین. حالا دیگه شروع کنین. خدایا با برکت ای دعایی که ما میخوانیم نتیجه دعای فردا را به خیر و نفع ما به پایان برسان یارب. آمین آمین آمین. چرا قدر با تشویش هستی ما هیچ نفهمیدم. یک طفل 5 سالم میفهمه که نتیجه ای دوا چی خواد شد. کاش میفهمیدی که من چی وضعیت دارم. یعنی که ای آدم بسیار جدی میگیری مرا خفه ساختی. منظورت چیز بیادر؟ میفهمی یعنی با فکر ما چیزای عجیب میایم. فکر میکنم حالا مو آدم شاید تو را دوست داشته باشه. نه خیر اصلا هیچ امکان نداره. ای که او قسم نیست ما خوش شدم. تو نمیایی؟ من کمی مریض هستم. دیشبام هیچ خوابم نبرد. آه جانم زیاد دعا خواندی خسته شدی. حلقت خشک شد. او پاکت را گرفتی؟ گرفتم. فلمام گرفتم. از چی؟ یک اتاق پر از دخترها تا صبح دعا میخواندن. ای بر شما کافی است؟ با خاطر شروع بله. اما مدرک بیشتر میخوام. حالا. دخترا خاله عادله کجاست؟ چرا اون نمیایه؟ حالا دیگه آقای ابراهیم در پایین منتظر ماست. موترم آمده بیاین دیگه. درست است شما برین. من زود پس میایم. درست است دخترم درست است. تحمل کو. آرام تکیه بتی دخترم تکیه بتی. ایلی؟ آیسته دخترم چرا به اجازه داخل میایی؟ من چی میفهمیدم دیگه؟ ایلی به چی شده؟ پدر بی وجدانش لطش کردم. او هم به خاطر این یکسا؟ خواهر جانم انشالله که با خبرهای خوش پس خواد آمدی. انشالله او اکسارا پاره کده دور انداختی. منتظر ما باش. درست است؟ انشالله. Oh.
دختر را عجله کنین بالا شوین، زود باشین. بلگی آمدن کسا نمانده، دخترم زود باش عجله کن دگه. کسا دگه خون نیست نیست؟ نیست، دگه کسا نیست. خوب بس بریم. بخیر برین و بخیر پس بیاین انشالله. مادرت کجا دختر؟ رفتن نون بیارم. اینه که باز میخوای با من زهر بندازه؟ به در قسم میخورم، من دیگه غذای زیجان خواهر نمیخورم. من باید برم، کمی کار دارم، امروز باید ثبت نام کنم. ثبت نام چی پدر؟ تو مداخله نکن دختر، ده هر گپ من گپ میزنی. توبه توبه. برادر متوجه باش. چی شده؟ ناشا که باز کدام کار کنه. تو هم واقعا از ترس عقل خدا از دست دادی. او تو رام نیست که حال ده هر چیز برای ما زهر بندازه. نه ترس پدر، اینقدر جرات کرده نمیتونه. چوب باش چوب باش چوب باش. برم برادر. برادر به اینجا کدام موضوع پولیس نیست؟ تا جایی که ما میفهمم اینجا کدام موضوع پولیس نیست. زنده باشی بیادر. تمام زنده باش. مامور صاحب، مامور صاحب. چی شده خانم بفرمایید؟ میخواستم باوزه پلیس برم اما پیداش نتونستم. کدام مشکل دارین؟ شما را کسی چیزی گفته؟ به منه دخترم، دخترم را کشتن. پدرش را کشتن. بله دخترا. اجازه بتین، کم اجازه بتین. آقای ابراهیم، شما مطمئن هستین که دعوا برنده شده میتونین؟ من بالای عدالت باور دارم و اعتماد دارم. اگه امروز نباشه، یک روز دیگه حتماً این ظلم به پایان میرسه. و یا یک شخص پیدا میشه که این ظلم به پایان برسانه. اگر در این راه یک گام هم مانده بتانم، باز بسیار خوشبخت هستم. رانا کارادا کانفرانس گفته بود که کار یکی از کارهای آغازینی اوناست. اگر دعوا به نفع اونا به پایان برسه، فکر نمیکنین اونا به کار خود ادامه بتن؟ اونا هر کاری که دلشان میخواه انجام بتن. ما هم فقط دعا میکنیم، دعا میکنیم. جناب وکیل ابراهیم مویگون، سهیلا بیاز، فلیز نور، چیناز چاکر، گل اشکر، عایشه دوندار، فاطمه دیمیرجی، سحر گل بیچر، الیف گرل. از اینجا برو. اگه بمرم میلیفا به تو نمیتم. این دختره تو زیاد اذیت کردی. توبه خدایا، گپای ناق نزن، چرا اذیتش کنم؟ گفتم که ما کاری نکردیم، شاید کدام حادثه کرده باشه، ما کاری نکردیم. برو، اگه نه پلیس هم میخوایم. خاله عادله، درست است، بس است دیگه، یک سارا بگی و دیگه کس را اذیت نکن. الیف دخترم، کم منتظر باش، بعد از این دیگه نباید اینا را ناراحت بسازی، درست است؟ درست است، درست است. حالا بیا که بریم که نا وقتم شده. بریم، حالا حرکت کو، بریم، بیا عجله کو دیگه، بیا زود شو دختر. الیف کاش دخترم منتظر می بودی. به خاطر من شما زیاد پریشان شدین خاله عادله،
مرا ببخشید. بیا دیگه حرکت کو که ناوقت شده. بریم بریم دختر، بیا بریم حرکت کو بریم. بیا دختر. توبه توبه. تصمیم گرفته شد. بیرون شدن، بیرون شدن. برنده شدی، بالاخره برنده شدی. دوستو، فقط تصمیم گرفته شد که این کار توقف پیدا کنه. البته این تصمیمان به ما امید بخش است. یعنی حالا دخترها میتونن با چادر ثبت نام کنن؟ در فعلا بله. این تصمیم با ما وقت بیشتر داد. حداقل غرور دخترهای جوان خود خونجات دادیم، اما تو نیست؟ آینده نتیجه آخری را تمام ما یک جای خود دیدیم. اما بازم در مقابل دانشگاه یک کامی بی باید استاوردین. اما تو نیست آقا. ببینه دیشب یک دختر جوان که با سر لوچکس گرفته بود در دستش بود که گیریه میکرد، نام او دختر الیف گورل است. ای دواره الیف گورل و دخترهایی هم که مثل او هستن برنده شدن. زنده باشین. تشکر. وقت خوش داشته باشین.
تو به خدایا ای دیگه چی حال است؟ اگه تلام خیرات بتن اقدر مردم استاد نمیشه. دهی چند روزه که ما می آمدیم خو هیچ کسی نبود، تمامش از دست تو از دختر. حالا بیا دخترم بیا، تو تا هنوز ثبت نامم نکردی، اینجا استاد شو بیا. اوه کی حوصله اقدر استاد شده نداره. شد؟ نتیجه دوام معلوم شد؟ برنده شدن؟ خدایا شکرت، هزار بار شکرت یا رب. الیف کجاست؟ هیچ نپرس دخترم، پدرش آمد او را گرفت و برد. پیش از اینکه ثبت نام کنه او را مانع شوین برین. تو با خدای من ای چی حال است؟ ساعت چند شد اما هیچ پیش نمیره. ای قسم خونه میشه، بیا دخترم بیا بیا، ای قسم نمیشه، بیا که بریم، بیا بیا بریم. وقت خوش، لطفا همین دخترم را ثبت نام کنین، دیگه استاد شده نمیتونم، از صبح تا خسته شدم اینجا هستم. همگی منتظر هستن محترم. میفهمم که همگی منتظر هستن، اما ما منتظر بودن نمیتونیم. ولی از خدا ایر امضا میکنی، تاپا میکنی، هر کاری میکنی، لطفا دست صف استاد شوی. درست است، میریم. بیا دخترم. اوف. وای بیادر، اینجا جای ما بود. توبه خدایا، این قطار چرا هیچ کم نمیشه؟ کم دیگه هم سرعت بگیرین یاسین بیادر، زود شوه. آرام باش دخترم، نشه که پیش از رسیدن کدام حادثه کنیم. تو و دل جمع برو بیادر جان. اوف، انشالله که میرسیم. خدا کنه، خدا کنه. خداوندا اوی دختر شرمنده نساز، خواهش میکنم یا رب. تو گفته بودی نتیجه معلوم است، گفته بودی به نفع ما فیصله میشه. رنا کم آرام باش، انوز خواهی چیز خلاص نشده. یادر، اما من مقابل ابراهیم ناکام شدم. مثل دخترای بیعقل رفتار نکن. ایرا فراموش نکن که تو موان مدیر سی، کم سیاسی حرکت کن. دگیش محل میسازم. مبارک باشه. مبارک باشه. حالا بیادر، زود شو برو دخترم، بیا دیگه، بیا بیا، حالا زود شو ابراق بته. گفتم اینا را بته. آه ایره باز کن، زود شو، چی میکنی دختر؟ توبه توبه. بگی اینه، بگی ثبت نام کن که ما بریم. این فرم خانه پوری کن. بگی دخترم ایره خانه پوری کن، قلمه بته. آه اینه، بگی خانه پوری کن دیگه، چی رسل داری؟ کیره میگه میره خانه پوری کو دختر؟
حالا دخترها کمه جله کنین زود شوه. حالا دگه ما میرم، امروز پاسم نمیایم. بته خلاص شد، بته دیگه عکسای تو نبته. ها صبر کو وطن دارم، عکسو امرای ما است. بگی صبر کو پدر. چی شده باز؟ چی میگی؟ من منصرف شدم، نمیخوایم درس بخونم. الیف استاد شو اینجا بیا دختر. صبر کو، تو میخوای چی کنی؟ نه که میخوای مرا دیوانه بسازی، میخوای بازم لعنت کنم چطور؟ پدر باز از دیگه، من نمیخوام قسم ثبت نام کنم. قسم میخورم که تو را از بین میبرم دختر. شما نمیفهمین همه تو نیست. هیچ کدام تا نمیفهمین. دست لگم از سرم خم کنم باز دیگه هیچ هستم. قبول نمی کنم. زندگی کردن با این شهر بهتر از با مرا. الیف ثبت نام کردی دخترم؟ بس از پشت شیلا بته، از یک طرف فکرش مخشوش میسازی، از طرف دیگه میپرسی که ثبت نام کردی یا نه. عزت کردن همه کنه ثبت نام. بیازو نباید قسم ثبت نام کنن، هیچ ضرور نیست که با این شرمندگی زندگی خدا پیش ببرن. ها مدیر صاحب، بسیار بد است. ما به خاطر گرفتن عکس‌ها زیاد مشکلات دیدم، ولی از خدا تو یک بار دستای ما بیبی این دختر لاتکوب کرد، دستم سرخ شد. الیف جان تو هنوزم نفهمیدی دختر جان، ما برنده شدیم، برنده شدیم. راست میگی سهیلا؟ حالا میتونم ثبت نام کنم؟ البته که میتونی، تمام ما ثبت نام کده میتونیم. سهیلا سهیلا خدایا هزار بار شکر. آها مدیر صاحب، از همون روز اول که تو را دیدم گفتم یادم بسیار لایق است، حتما موفق میشم. خدایا هزار بار شکرت، مرام از این جنگل نجات دادی. کاکا ابراهیم، خداوند از شما راضی باشه. زنده باشی دخترم، از تو هم همچنان. حالا دیگه نا وقت نکنین، زود ثبت نام کنین. حالا دیگه بیاین در صف استاد شوین، بیاین بیاین. خوش آمدین. سلام بیادر. نمیخواییم غذای چاشت خود در این رستوران نوشیدن کنیم؟ درست است. همگی کباب میخورن اما تو نیست؟ لطفا بر ما یکونیم خوراک بیاره. درست است، دو خوراک برات بیاره. درست است آقا، کدام چیز دیگه هم میخواییم؟ جان جور باشه، تشکر، زنده باشی. دوستا با اجازتان، من میخوایم با کاکا ابراهیم چند گپه بگویم. نه دیگه، حال ایره میبین. لطفا بانش که بگوی کاکا ابراهیم. پدر من همیشه بر من ترس یاد داده و به همین شکل همیشه برایم سیلی زده، مرا اذیت کده، تحقیر کده، دشنام داده. اما هرچی که باشه او پدرم است دیگه، چی کنم؟ اما من دیگه پدرها را ای قسم ندیده بودم. وقتی که با شما معرفی شدم باز فهمیدم که پدر بودن یعنی محبت دادن و داغوش گرفتن است، که با بودن او نباید بترسیم و قوی باشیم. پدر یعنی کسی که گناه ها را ببخشه. شما باید دارین بریم یک گپه گفته بودین، گفته بودین خداوند برات یک قلب بزرگ داده، باید بزرگی اینا ما حفظ کنی.
اگه شما دست من نمی گرفتین باز قلب من ای باره برداشت کده نمی تانست. امروز اگه ایلیف می تانه تحصیل خدا ادامه به تأز برکت شماست. ما تمام دوستایم، تمام ما احسانمند شما هستیم. چقدر دیر کردن؟ این کبابا چی شد؟ ابراهیم اویگون کی هست؟ روز خوش آقا ابراهیم. روز خوش، بفرمایین. جنرال قدرت می خواهین همراه شما ملاقات کنن. خوب است اولادا، شما دامه بتین، من کمی کار دارم، بعدن باز میبینیم. نوش جانتان، خدا حافظتان. چی شده آقا ابراهیم؟ چیز نیست خانم عادله، خدا کنه براتان خوش بگذاره. دخترها را تنها نمان، درست است؟ با امید دیدار. اما... درست است، چیز نیست، چیز نیست خانم عادله. پیلن خدا حافظ، نوش جان کلتان. بفرماین از این طرف. ما یک بار دستای ما میشویم. درست از دخترم. آله دخترا، شما هم دیگه غذایتان بخورین. چی شده؟ چرا با من خبر ندادین؟ چی را؟ روان کردن نفره میگم. کدام نفره روان کردیم؟ چرا چتیات میگی؟ پیشتر مامور قطعه تان آمده بودن، مدیرم بردن. مطمئن هستی که از قطعه ما بود؟ احمق خان اسم میگه پا نفامو. ما به هیچ کسی تو یک امر ندادیم. پس کی امر داده؟ نیک دست کس دگام است. بله یک دست دگام است، اما ما تا انوز خبر نداشتم. تو منتظر خبرم باش. دست دریا منتظر تو هستم، همیشه چشم برای تو هستم. حالا بیادر سوخ سوخ چی میکنی؟ آه بیادر، این حالت ما را بیبی، خود ما هم وزیر هستیم. آره دیگه، وقت خوشی ما از دختر را دانشگاه شامل کردیم، وقتی است که پولا را در جیب بزنیم. پول دار بشیم، خوشبختی در خانه ما را زد. پول دار بشیم. آرام چی میکنی بیادر؟ آرام باش. او چی میکنی و بیادر؟ کلش خراب کردی. یلماز کدامتان هسته؟ امروه ما بیاین. چی شده بیادر؟ کدام اشتباهی کردیم؟ اگه اشتباه کردیم معذرت میخواییم. ما دختر خود در دانشگاه ثبت نام کردیم، او را جشن گرفتیم، کدام کار دیگه نکردیم؟ ثبت نامش کردی یا گمش کردی او را دوزه بگو. اما ایره بگوین چی شده؟ ما چی گناهی کردیم بیادر؟ چی کردیم؟ بر علیه تو شکایت شده که دختر تا به قتل رساندی. چی؟ هلا. کی میگه دختر خود کشتیم؟ این گپ دروغ و سر ما تهمت کردن. ولی او باکس با تو امانت است. این گپ به شما کی گفته؟ هر کسی به شما گفته دروغ گفته. باور کنین دروغ است. پول دار شدم. اینجا هیچ کدام جسد نیست آمر صاحب. شما مطمئن هستین که او جسد همینجا؟ قسم میخورم راست میگم، دیشب برای همینجا آورد، گفت که همینجا دفنش کرده. پدرت با تو چیزی گفته دخترم؟ او گفت گشتیمش، اما بر ما نگفت که در کجا دفنش کرد. خواهش میکنم دخترم پیدا کنین، خواهش میکنم. خودتان میبینین خانم اینجا کدام جسد نیست. پس دخترم کجاست؟ کجاست؟ این لیف ما کجاست؟
شرکت صاف سودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایماری، بیماری های معده، روده، گرده، جگر، عضو های هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری های پوست دارید، به مانند پسوریاز، سفیدشوی پوست، داغ های سیاه، پس داروهای صاف سودا به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنان برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گینرهای صاف سودا عین مدعای برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک صاف سودا نقطه تجکی. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید، به شما تخفیف کرده می شود. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف استورا، اولادار صاحب 3 فرزند، ستارش دیرکتری کمپانی فبرلی، کم شما زنهای خانشین رو بکار دعوت میکنم. در کمانده ما زیاد از 1000 نفر زنهای تاجیک زنهای خانشین کار میکنن، نوابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرن، معاش 70 سومان تا 7000 سومان. این حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلیک رو میبینید که به نهایت با صفت بوده، نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی‌پول است. ما با کار قبول میکنیم فقط زنها رو. خواهش میکنم فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کدام میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره رو در واتساپ. باقی درمان الله مهربان باشین. خدا همتون رو نگهبان باشه.